علی کاظمی از مسکو همراه ماست. علی، انتخابات زود هنگام ازبکستان به پایان رسید و میرزیایف با اکثریت آرا برنده شد. در این باره بیشتر از تو بشنویم. در کناری که انتخابات زود هنگام بود، تغییر قانون اساسی در ازبکستان هم بحث جدیدی است در این کشور، بحثی که میرزیایف چندی قبل در سومین دوره ریاست جمهوری خودش هم پیروز شده بود بر یک دوره 5 ساله، بعد از 2 دوره 5 ساله دیگری که سپری کرده بود. بعد از او که انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور، قانون اساسی ازبکستان تغییر داد. در قانون اساسی جدید دوره ریاست جمهوری در ازبکستان از 5 سال به 7 سال افزایش پیدا کرد و به همون دلیل هم انتخابات زود هنگام در ازبکستان برگزار شد، چیزی که اکثر کارشناسان هم پیش بینی میکردن پیروزی میرزیایف در این دوره بود و دوره 5 ساله خودش را به 7 سال دیگر افزایش داده. در انتخاباتی که روز گذشته از 8 صبح به وقت محلی در ازبکستان برگزار شد و ساعت 8 شب هم به پایان رسید، گفته شده که 79.88% مردم در این انتخابات رأی دادن. نزدیک به 16 میلیون در انتخابات روز گذشته انتخاب شرکت داشتند و چیزی که آمار و کمیسیون انتخابات ازبکستان گفته ای است که 87.5% آرا را شوکت میرزیایف ارسه رقیب دیگرش تنها تانستن که 13% انتخابات کسب کنند. نزدیک به 14 میلیون رأی از خودش کرده شوکت میرزیایف، که پیش بینی هم میشد چنین رأی برای شوکت میرزیایف. شوکت میرزیایف که 2 دوره قبلی هم رئیس جمهور بود و انتخابات دوره قبلی هم که 5 ساله بود دوباره تانسته بود سکان رهبری ازبکستان کسب بکنه، و در این دوره که انتخابات زودهنگام بعد از تغییر قانون اساسی خودشون انجام دادن دوباره تانسته که نزدیک به 90% آرا را کسب بکنن، که آمار زیادی است که باز هم شوکت میرزیایف کسب کرده و برای 7 سال دیگر شوکت میرزیایف به عنوان رئیس جمهور ازبکستان در کشور رهبری خواهد کرد. ممنون از تو همکارمون علی کاظمی که از مسکو همراه ما بود.